امروز میخواهم درباره افسانه های آفرینش سخن بگویم. از دورترین زمان ها، از هزاران سال پیش از تاریخ، این پرسش در ذهن انسان جای داشته که از کجا آمده و جهان پیرامونش چگونه هست شده است. پاسخ به این پرسش های بنیادین به زندگی انسان معنا میداده است. اما در آن زمان ها که انسان کوچکترین آگاهی از دانش های نوین نداشت، چگونه می توانسته به این پرسش ها پاسخ دهد؟ انسان آفریننده است، به ویژه ذهن بسیار خیال بافی دارد. با خیال پردازی برای خود پاسخ های قانع کننده اختراع می کرده است. کاری هم نداشته که آیا این پندارها با واقعیت جور در می آیند یا نه. به هر حال در آن زمان انسان توانایی آزمون این پندارها را نداشته است. همه فرهنگ ها و جامعه ها، حتی کوچکترین قبیله های دور افتاده، برای این پرسش ها پاسخهایی داشتند و این پرسش ها بیش از هر چیز وسیله‌ای بوده برای گردآوردن افراد جامعه در زندگی گروهی با هم. این افسانه ها به جامعه حافظه همگانی میداده و پایه‌ای بوده برای نظم اجتماعی و دینی و ارزش‌های اخلاقی. انسان در آن زمان نمی‌دانسته که زمین چیست، آسمان چیست، ماده چیست، چون قانون‌های زاستاری طبیعی را نمی‌شناخته است. از این رو هستی جهان را با چیزهای آشنایی که پیرامون خود می‌دیده توضیح می‌داده است. این چیزهای آشنا که سرچشمه هستی را از آنها می‌دانست عبارت بودند از آب، دریا، گل، گیاه، تخم و دیگرها. در برخی فرهنگ‌ها می‌پنداشتند که نظم ظاهری جهان از درون آشفتگی، ناسازی یا چیزی که در زبان‌های اروپایی به آن کیوس، کاو می‌گویند، در فارسی ورشون، با دخالت نیروهای متافیزیک بیرون آمده است. ویژگی مشترک همه این افسانه‌ها این باور بود که همه چیزها از آغاز شکل کنونی خود را داشتند. زمین از آغاز انسان بوده، دریاها و کوه‌ها بدین شکل و از همه مهمتر انسان و جانوران به همین دیسه کنونی بودند. سبب این پندار این بود که انسان از قانون‌های فرگشت یا تحول یا تکامل ماده چیزی نمی‌دانست و این را هزاران سال پس از پیمودن راهی بس پرفراز و نشیب از سده 17 به بعد آموخت. در ترمشناسی زبانهای اروپایی آن بخش از دانشها را که به مطالعه داستانها، متلها و افسانه‌های آفرینش جهان و انسان در فرهنگهای گوناگون می‌پردازد، کاسمگانی می‌گویند. در فارسی کیهان زایش، یعنی زاده شدن یا پدید آمدن کیهان. در گفتار امروز نخست به کیهان زایش مصریان می‌پردازم. تا پیش از خواندن هیروگلیف‌های مصری که شامپولیون از 1821 به بعد به آن موفق شد، آگاهی ما از افسانه‌های مصر باستان چندان زیاد نبود. به چیزهایی محدود می‌شد که نویسندگان یونانی و رومی از خود به یادگار گذاشته بودند. کاوش‌های باستانشناسی و خواندن متن‌های به دست آمده نه تنها از دایش‌های اطلاعات فراوانی از باورهای مصریان به دست داد، بلکه نکته‌های بسیار مهمی را آشکار کردند که تا آن زمان کسی از آنها خبر نداشت. و آن این است که برخی بخش‌های کتاب مقدس یهودیان، یعنی تورات که مادر دیگر دین‌های ابراهیمی است، همانندی بسیار دارند با آنچه در متن‌های مصری آمده است. شگفتی وقتی بیشتر شد که در نیمه سده 19 دانشمندان توانستند سنگ نوشته‌های سومری، بابلی، آشوری را بخوانند. متخصصان این رشته همکنون عقیده دارند که افسانه‌های آفرینش در تورات بخشی از باورهای کیهان زایشی است
که در پهنه فراخی از خاورمیانه در میان مردمان گوناگون سامی رواج داشته است. به سومریان و بابلیان باز خواهم گشت. از مصریان آغاز کنیم. در نگاه نخست فرهنگ مصر باستان بسیار همگن می نماید، ولی در واقع دست کم از نظر جنبه های دینی گوناگونی بسیار دارد. شهرها و ناحیه های گوناگون مصر باورهای یکسانی نداشتند. از این رو مصریان باستان درباره چگونگی پیدایش جهان و هستی افسانه های بسیار ساخته بودند. جالب اینجاست که این افسانه ها یکدیگر را تکمیل می کردند. شناخته ترین این افسانه ها به شهرهای ممفیس، هلیوپولیس، هرموپولیس و تب تعلق داشتند. ساده ترین آنها دیسه ممفیسی این افسانه هاست. ممفیس پایتخت باستانی مصر بود، در جنوب قاهره کنونی قرار داشت. گفتم که افسانه ممفیسی ساده ترین است، چون آفرینش کار خدای یکتایی است به نام پته. پته جهان را، یعنی هستی، جانوران، گیاهان را نخست در اندیشه خود می آفریند. سپس با آوردن نام آنها بر زبان به آنها هستی می بخشد. برای نمونه می گوید روز، روز پدید می آید، شب، شب پدید می آید، کوه، کوه پدید می آید. در یکی از متن‌های هیروگلیف مصری آمده آنگاه پتاه پس از آفریدن چیزها شاد شد و آرامید. اینها سفر پیدایش در تورات را بیاد می آورند که می گوید و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت و خدا روشنایی را روز نامید. یا پس خدا روز هفتم را مبارک خواند زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود. همچنین در انجیل یوحنا از کتاب‌های مقدس مسیحی فصل یکم می‌خوانیم در آغاز کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. باید دانست که این افسانه‌های مصری دست کم 2000 سال پیش از تورات نوشته شدند. پس تورات است که آنها را از مصریان گرفته، نه برعکس. کیهان‌زایش دیگر مصری از شهر هلیوپولیس است که پایتخت 13 استان مصر بود. مصریان خود این شهر را یونو می‌نامیدند. بنابر باورهای مردم هلیوپولیس پیش از آغاز زمان نون وجود داشت. نون دریای آشفتگی و بی‌نظمی بود. نون را کسی نیافریده بود. روی یکی از تلهای خاکی که از آب، یعنی از نون بیرون میزد، تخمی پدیدار شد. تخم شکست و از درون آن خدایی بیرون آمد به نام اتوم یا امن. اتوم دارای دو فرزند شد، شو خدای هوا و خواهرش تفنوت الهه نم یا رطوبت. اینکه چگونه به تنهایی دارای فرزند شد بنابر متن‌های هیروگلیف هرم‌های مصر، آنان را با مایع بدنش پدید می آورد، با مستقبسیان. در روایت دیگری از توف، روایت دیگری می توانسته از دنده اش باشد، چنان که در تورات می بینیم. از پیوند شو و تفنوت خدای زمین گب و الهی آسمان نوت زاده شدند. گب و نوت 4 فرزند داشتند: اوزیریس خدای باروری و زایش، ایسیس الهی مادر، ست خدای آشفتگی و نفتیس خدای نگاهبان مردگان. جالب است که در کیهان زایش مصر باستان به پدید آمدن انسان اهمیت چندانی داده نمی شود. تنها در یکی دو جا، آن هم به طور کوتاه، به آن اشاره رفته است. در یکی از متن‌ها آمده که خدای سفالگری خوم انسان و جانوران را با چرخ خود می سازد. در افسانه دیگری از شهر هلیوپولیس شو و تفنوت در آشفتگی آغازین گم می شوند و وقتی اتوم آنها را می یابد از شادی اشک به چشم می آورد، انسان از این اشک پدید می آید.
چون وقت نداریم به همین دو افسانه مصری بسنده می‌کنیم. ببینیم سومریان چه می‌گفتند. بنابر نوشته‌های سومریان، الهه نمو خدای دریای آغازین است. این افسانه هیچ توضیحی نمی‌دهد درباره اینکه نمو چگونه پدید آمده. نمو دو خدای آسمان و زمین را می‌زاید، ان خدای آسمان و کی الهه زمین. از پیوند این دو خدا انلیل پدید می‌آید که آسمان را از زمین جدا می‌کند. انلیل عاشق الهه نینلیل می‌شود و به او تجاوز می‌کند. فرزند آنها ننه الهه ماه است. خورشید اوتو از پیوند ماه ننه و نینگال پدید می‌آید. داستان آفرینش انسان در افسانه‌های سومری بسیار جالب است. خدایان از پس کشت و دامداری و فراهم آوردن خوراک برای خود بر نمی آیند. نزد انکی خدای خرد شکایت می برند که زندگیشان بسیار دشوار است. نمی توانند گل بسازند، شخم بزنند، دامداری کنند. از او درخواست می کنند که برای بی‌نیاز کردن خدایان از کار و زحمت چاره‌ای می اندیشد. به دستور انکی نمو خدای دریا و نینمه الهه زایش به یاری خدایان دیگر گل را از فراز ژرفا برمی‌دارند و انسان را می‌سازند. انسانی که انکی می‌آفریند نزار و ناتوان است در تن و در اندیشه. انکی از نینمه می‌خواهد که برای بهبود وضع این موجود بدبخت کاری کند، ولی نینمه ناتوان است برآوردن خواست انکی است و انکی را نفرین می‌کند که چنین چیزی آفریده. یکی از واژه‌های عبری برای انسان انوش است، به معنای نزار، بیمار. در شعر کلاسیک عبری بر این جنبه نزاری و ناتوانی انسان بسیار تاکید شده است. و تصور یهودی از انسان که ناتوان از برآوردن مسئولیتی است که آفریدگار در این جهان بر دوش او نهاده از همینجا سرچشمه می‌گیرد. به هر حال واژه‌های انس و انسان که عربی‌اند و در فارسی به کار می‌روند هم ریشان با انوش عبری به معنای نزار، ناتوان، بیمار، نحیف. باید گفت که افسانه‌های یهودی در تورات عهد عتیق مستقیما از سومری گرفته نشدند، از راه افسانه‌های بابلی، آشوری و اکدی به باورهای یهودی راه یافتند. وقت ما به پایان می‌رسد. این گفتار را هفته آینده پی خواهم گرفت با افسانه‌های آفرینش بابلی، چینی و یکی از افسانه‌های بومیان کانادایی. همچنین به این پرسش پاسخ خواهم داد که آیا می‌توان دانسته‌های کنونیمان از گیتی و کیهان و فرگشت آنها را در زمره افسانه‌های آفرینش به شمار آورد یا نه. گفتم که انسان از دورترین زمان‌ها از خود می‌پرسیده که از کجا آمده و جهان پیرامون او چگونه هست شده است. البته جهان انسان چند هزار سال پیش بسیار محدود بود. خلاصه میشد به ناحیه‌ای که در آن زندگی میکرد و به آنچه با چشم میدید، مانند کوه، دریا، آسمان، روز، شب. انسان با پاسخ تراشیدن برای پرسش چگونگی و چرایی پدید آمدن خود و جهان در واقع به زندگی خود معنا میداده است. به سخنی دیگر برای خود سرنوشت تعیین می‌کرده و این به او آرامش می‌بخشیده است. از این رو در همه فرهنگ‌ها برای آغاز هستی خیال بافی‌ها کرده و آن را به نیروهای عجیب و غریب متافیزیک نسبت داده است. جز این هم کار دیگری نمی‌توانسته بکند، زیرا قانون‌های فیزیکی حاکم بر ماده و پدیده‌های زاستاری طبیعی را نمی‌شناخته است. انسان به هزاران سال تحول و تجربه و پیشرفت نیاز داشت تا بتواند به قانون‌های فیزیکی و ریاضی و اخترفیزیک و دیگر دانش‌های زاستاری دست یابد و از آن راه پی ببرد که کره زمین و راجمان خورشیدی و خود او چگونه پدید آمدند. این پیشرفت‌ها نیاز به یاری گرفتن از نیروهای متافیزیک
و ابر زاستاری را در توضیح پیدایش زمین و خورشید و ستارگان و انسان و جانوران از میان برداشتند. همچنین گفتم که این افسانه های کهن که نه گوینده و نه شنونده در پی ثابت کردن یا رد آنها برمی آمد، بیش از هر چیز وسیله‌ای بوده برای ایجاد حافظه همگانی و سرنوشت مشترک در میان افراد جامعه. در اون گفتار درباره افسانه های کیهانزایش مصریان و سومریان سخن گفتم و به همانندی های آنها با برخی از باورهایی که در تورات کتاب مقدس یهودیان که مادر دینهای ابراهیمی است اشاره کردم. حال به متن‌های بابلی نظری بیاندازیم. در نیمه سده 19 باستانشناسان با کاوش در ویرانه‌های کتابخانه آشوربانیپال در آنچه از شهر باستانی نینوه باقی مانده هزاران لوح گل نوشته پیدا کردند به زبان اکدی که نیای زبان عبری است. موضوع گل نوشته ها چیزهایی بود چون قانون ها، قاعده های اداری و شعر و ادبیات. همچنین از باورهای دینی مردم سامی 3000 تا 4000 سال پیش در آن ناحیه پرده برمی‌داد. همانندی میان آنچه در لوحه ها آمده بود با آنچه در کتاب‌های مقدس یهودیان یافته می‌شود چنان آشکار بود که پژوهشگران مطالعه تطبیقی دین‌ها را سخت در شگفتی فرو برد. این لوحه‌ها واقعیت‌هایی را می‌آشکاریدند که سده 19 ناشناخته بودند و بنابراین می‌بایست از سرچشمه‌های باورهای دینی قوم یهود باشند. این افسانه‌های کیهانزایش بابلی در چند سنگ نوشته آمدند که زیر دو عنوان انوما الیش و اترا حسیس شناخته می شوند. بنابراین لوحه ها در آغاز جهان بیشکل و آشفته است. هیچ وجود ندارد مگر آب به دیسه دو نوع دریا، یکی اپسو آب شیرین که مرد است و دیگری تیامت آب شور و آشوبناک که زن است. اپسو و تیامت با هم در می آمیزند و از پیوندشان دو فرزند پدید می آید، لچمو و لچمو. آنان هم چند خدای دیگر به جهان می آورند. که همان انکی سومری است، مردوک خدای بزرگ را می زاید. ولی پیش از آمدن مردوک میان خدایان جنگ در می گیرد. سردسته خدایان شورشی کینگوست، یکی از خدایان برادر خود را می کشد. این افسانه ممکن است خاستگاه افسانه های هابیل و قابیل باشد. مردوک کینگو خدای شورشی و تیامات را میکشد. پیکر تیامات را دو شقه میکند، با یک شقه آسمان را میآفریند و با دیگری زمین را. مردوک در آسمان برای خود و خدایان آسایشگاه یا بهشتی میسازد. از خون کینگو انسان را برای بندگی خدایان و پرستاری از آنان می آفریند. مردوک سبب آفرینش انسان را بندگی و پرستش خدایان اعلام می کند. در اینجا به چند همانندی افسانه های بابلی با آنچه در تورات آمده اشاره می کنم. در هر دو افسانه جهان در آغاز بیشکل است. هیچ چیزی وجود ندارد مگر آب. چنان که گفتم بنابر بابلیان در آغاز هستی دریای آب شیرین اپسو و دریای آب شور تیامات با هم در می آمیزند. بنابر تورات سفر پیدایش در آغاز تاریکی بر روی ژرفهای آب بود و روح خدا بر فراز سطح آبها گسترده بود. واژه‌ای که ژرفهای آب یا در عربی لجه ترجمه شده در اصل عبری تهم است که هم ریشه است با همون سومری تیامات، دریای آب شور. در کیهان زایش بابلی شش نسل خدایان یکی پس از دیگری آفریده می شوند. هر خدا با چیزی پیوند دارد، با آسمان، زمین، شب، روز و دیگرها. در تورات این رقم شش به دیسه شش روز آفرینش در آمده که هر روز خدا
یعنی الوهیم چیزی را می آفریند. واژه عبری الوهیم با الله عربی همریشه است. برای بابلیان روزهای یکم، هفتم و پانزدهم ماه مقدس شمرده می شدند. از این روز که خدای تورات روز هفتم استراحت می کند. گفتم که در افسانه های بابلی مردوک انسان را برای بندگی، خدمت و پرستش خدایان هست می کند. در تورات خدا انسان را برای پرستش و جلال خود می آفریند. در تورات کتاب اشعیا فصل 43 هفت می خوانیم: هر که را به اسم من نامیده می شود او را به جهت جلال خیش آفریدم. در کتاب قرنتیان فصل 10:31 هر چه کنید همه را برای جلال خدا بکنید. در انجیل متی فصل 5:16 همچنین بگذارید نور شما بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر شما در آسمان را قرین افتخار کنند. یکی دیگر از همانندی های تورات با افسانه های بابلی داستان طوفان نوح و کشتی است. همانندی آن حتی در جزئیات با چیزهایی که در افسانه گیلگمش آمده بسیار شگفت انگیز است. این افسانه بابلی به 2700 سال پیش از میلاد برمیگردد، ولی وقت ما اجازه پرداختن بیشتر به آن را نمیدهد. البته تورات با باورهای بابلی آشوری تفاوت مهمی دارد و آن این است که تورات یکتاپرستانه است، حالانکه باورهای بابلی آشوری چند خدایی است. اینکه چگونه یهودیان آیین‌های چند خدایی نیاکان خود را رها کردند و به یکتاپرستی روی آوردند جالب است. باید دانست که پیش از صدی ششم پیش از میلاد یهودیان هنوز به یکتاپرستی نرسیده بودند و به زندگی پس از مرگ اعتقاد نداشتند. از صدی ششم پیش از میلاد به بعد دگرگونی بنیادینی در باورهای آنان روی می‌دهد. این دگرگونی زیر تأثیر اندیشه‌های یکتاپرستی ایرانیان بود پس از آنکه کوروش بزرگ یهودیان را از اسارت بابلیان آزاد کرد. یهودیان با باورهای ایرانی آشنا شدند و اندیشمندان آنها به دربار هخامنشی راه یافتند. شاهنشاهی هخامنشی در ازای دادن آزادی به یهودیان از آنان می‌خواست که به قانون‌های خود سر و سامان دهند و از این راه یهودیان به بازبینی باورهای خود پرداختند. گواه این سخنان نوشته های خود تورات است در کتاب های نهیمیا و عزرا. نهیمیا در صدی پنجم پیش از میلاد از سوی شاهنشاه هخامنشی اردشیر یکم مأمور برپا ساختن پرستشگاه یهودیان در اورشلیم می شود. در صدی چهارم پیش از میلاد اردشیر دوم به عزرا مأموریت می دهد که قانونهای مردم یهود را گرد آورد تا به تصویب شاه هخامنشی برسد. پیامد این مأموریت دگرگونی مهمی در آموزه های یهودی بود و این برای مسیحیت آینده هم اهمیت بسیار داشت. حال ببینیم که چینیان درباره پیدایش جهان چه افسانه ای داشتند. در آغاز هیچ چیز نبود جز آشفتگی. آشفتگی در هم کشید و پس از 18000 سال به تخمی کیهانی بدل شد. در درون آن اصل‌های یین و یانگ در تعادل ماندند تا تخم از هم شکافت و پانگو از آن بیرون آمد. پانگو غول پشمالوی شاخداری است که پوست بر تن دارد و تیشه یا چکشی در دست. چنان که در گفتار پیش گفتم، از آنجا که انسان از فرگشت یا تحول چیزی نمی‌دانسته، می‌پنداشته که پانگو باید از آغاز با تیشه آفریده شود. پانگو آغاز با آفرینش جهان می کند. با ضربه تیشه یین را از یانگ جدا می کند. زمین را از یین می سازد و آسمان را از یانگ. برای اینکه زمین و آسمان از هم جدا باشند میان آن دو می ایستد و آسمان را به بالا فشار می دهد. هر روز که می گذرد آسمان 3 متر بالاتر می رود. زمین 3 متر ستبتر می شود و پانگو 3 متر بلندتر. پس از گذشت 18000 سال پانگو می میرد. از نفسش باد و مه و ابر پدید می آیند.
از صدایش تندر، از چشم چپش خورشید، از چشم راستش ماه، از سرش کوها، از خونش رودها، از ریشش ستارگان، از شپشهایش انسان و جانوران. حال به آخرین افسانه آفرینش که از آن بومیان بلک فوت است بپردازیم. اینان بومیانی بودند که در کانادای امروزی در ایالت‌های آلبرتا و بریتیش کولومبیا می‌زیستند. بنابر باورهای آنان آفرینش کار پیرمردی است که از جنوب می‌آید. در سر راهش به سوی شمال زمین و گیاهان و جانوران را می‌آفریند. نخستین انسان‌ها را از گل درست می‌کند. زنی است با پسرش. پیرمرد به آنان می‌آموزد که چه گیاهانی خوردنی هستند و چه گیاهانی برای پیشگیری از بیماری خوبند. به آنها یاد می‌دهد که چگونه افسار بسازند و با آنها شکار کنند و آتش برافروزند را گوش را بپزند. مانند بسیاری داستان‌های دیگر آفرینش سیل بزرگی روی می‌دهد. پس از سیل پیرمرد مردم را بر فراز کوهی گرد می‌آورد و به آنان آبهایی که رنگهای گوناگون دارند میدهد. هر رنگی از آن زبانی است. بومیان بلک فوت و برخی قبیله های دیگر آب سیاه رنگ می نوشند. از این روز که همگی به یک زبان سخن می گویند. افسانه های آفرینش آنچنان پرشمارند که پرداختن به آنها نه ساعت ها بلکه روزها وقت می خواهد. اما آیا یکی از این افسانه ها بر دیگری برتری دارد؟ نه، ارزش همه یکسان است، زیرا همه آنها زایده خیال بافی های انسانند و هیچ رابطه ای با براختیگی ابژکتیویته ندارند. آیا می توان دانسته های کنونی من درباره جهان و کیهان و گیتی را یکی از این افسانه های آفرینش دانست؟ نه، به هیچ رو. نگره ها یا تئوری های علمی کنونی بر پایه نپاهش استوارند، یعنی با داده هایی که از راه دیدن و آزمایش و نپاهش به دست می آیند سازگارند. افسانه های آفرینش کهن به هیچ گونه کنترل و محک زدن با واقعیات پایبند نبودند و به همین سبب است که انسان هزاران افسانه گوناگون درباره آفرینش ساخته است. با انقلاب‌های اندیشی و دانشی پس از سده 16 هم بود که انسان پی برد که هیچ عقیده یا سخنی را تا موقعی که داده‌های نپاهشی آنها را تایید نکرده‌اند نباید پذیرفت. همکنون در کیهانشناسی تنها تئوری‌ها یا نگره‌هایی که با داده‌های نپاهشی جور در می‌آیند پذیرفته می‌شوند. مدل‌های رقیب بیگ بنگ کنار گذاشته شدند، زیرا ناتوان از توضیح پدیده‌هایی بودند که بیگ بنگ آنها را شرح می‌دهد. دانش زیربنای بیگ بنگ افسانه نیست، همان است که پیشرفت‌های امروزین ما را ممکن ساخته است. در همه زمینه‌های زندگی انسان، در ارتباطات، رایانگرها، پزشکی، زیست‌شناسی، فضانوردی و دیگرها و دیگرها. البته این بدان معنا نیست که نگری بیگ بنگ کاستی ندارد. کاستی های آن بسیارند، ولی تنها از راه آزمودن آنها با داده های تازه نپاهشی است که می توان نگری تواناتری را جایگزین آن کرد. سخن پایانی آن که نگره یا مدلی که جایگزین بیگ بنگ خواهد شد خواهد توانست همه چیزهایی را که بیگ بنگ توضیح می دهد توضیح دهد، افسون بر چیزهایی که بیگ بنگ ناتوان از توضیح آنهاست. و این بخشی است از فراروندی پایان ناپذیر که دانش‌های زاستاری به یاری آن پیش می‌رود.